وإن من أهل الكتاب آية قبل شو بخون توضيح ميده خيلي واضح توضيح ميده قرآن روشنه بر كسي كي بخواد بفهمه شما اینجا شبهه تراشد من فکر میکنم من از زرم اینه که شما خودت مسیحی هستید با زرنگی میخواید تبلیغ مسیحیت بکنید اشکالی هم نداره تبلیغ کن ولی با استدلال درست یه آیه قبلشو بخون دو آیه قبلشو بخون فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتله الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون این نیاز به شرح همه آیه ها داره که همه راجع به بنی اسرائیل است که ظالمان و ستمگران است که بر عیسی علیه السلام ظلم کردند و هنوز که هنوز عیسی را ولد الزنا میدونند خاکم بدهند نعوذ بالله و دوباره همین عیسویان آلت دست همین صهیونیست‌ها شدن بر علیه مسلمان ها و چنین عدالتی را که مسلمین چه بر یهود چه بر مسلمانان ببخشید چه بر مسیحیان چه بر عیسی چه بر موسی رعایت کردند هیچ قومی و هیچ دینی به خود ندیده است اما آلت دست شیاطین معمم و ملبس و غیر ملبسی شدن که شبیه همین کشور خود ماست. آیه میگه به خاطر نقضشون به میثاقشون و به خاطر کفرشون به آیات الهی و به خاطر قتل انبیا بدون حق و ای که میگفتن که دلهای ما آقا چیز ما بهشون بسته ما ایمان نمیاریم فلا یؤمنون الا قلیلا جز اندک ایمان نمیارن و به کفرهم و قولهم على مريم بهتانا عظيما دو سه آیه قبلش این آیه 155 که میخونم و به خاطر کفرشان و قولشان بر و افترایشان بر مریم که بهتان عظیمی بهش زدن و همین بهتان و ولایت پیشگان شیطان بر حضرت عایشه زدن و شیطان تر از اونها و ابو و مسیلمه های اونها و که بیدین شدن در این تلویزیون ها بر حضرت عایشه و دیگر امهات مؤمنین میزنن اینجا میگه و به کفرهم و به خاطر کفرشان و ادعایشان و بهتانشان و بهتان بزرگشان بر مریم و این که گفتن و قولهم اینا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم افتخار میکردن از قدیم اینجوری که ما عیسی ابن مریم رو کشته ایم رسول الله اول آیه رو بخونید تا بفهمی که قرآن چی میگه معنی قرآن ز قرآن باز پرس ای که شدی محروم از فهم درست قرآن و از خود قرآن ببین چی میگه یه آیه رو میارید همینجوری آقا من قرآن خونده اینجوری گفته در انجیل هم همینش هست اکاذیبی که دارید درست میکنید اکاذیبی که دارید منتشر میکنید انجیلش هم نیست که تو گفتید به نظر من تازه هم باشه اونم دروغه تازه هم اگه باشه معنی قرآن قرآن باز پر واسکتی آتش زده اندر حواس معنی قرآن ز قرآن پرس و بس وز کسی آتش زده اندر حواس نه ایک از خودت بتراشید آن چی میگوی ز قرآن فهم توست ای شده محروم از فهم درست ببین قرآن چی میگه میگه به خاطر کفرشان و قولشان بر مریم که بهتان عظیمی برو زدن و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم و ادعایشان و گفتهشان که میگفتن ما عیسی ابن مریم رو کشته ایم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اونو نکشتند و به صلیب هم نکشیدنش لیکن برشون امر مشتبه شد ان الذين اختلفوا فيه کسانی که در باره او اختلاف کرده اند لفی شک من شک و تردید دارند خودشون در سرگردانی اند ما لهم به من علم الا اتباع الظن هیچ دانشی در امورد ندارن جز وهم پرستی و گمان پرستی و ما قتلوه یقینا و یقینا او را نکشته اند بل رفعه الله الیه بلکه خداوند او را به سوی خودش برد مرگ نیست این پیش خودش برد در آسمان چطوری ما نمیدونیم و کان الله عزیزا حکیما و خداوند با عزت و حکمت و این من اهل الكتاب لیؤمن الا لیؤمنن به قبل موته قبل از مرگش همانا بعضی از این در دنیا سر آخرت نیست آقا چی میگی کجایی شما دریسر آدم که دروغ میگه حداقل بدونه چطوری دروغ میگه من میگه خاطر گفتم برو آیه رو بخون بعد و این من اهل الكتاب همانا از اهل کتاب بعضی از اونها الا لیؤمنن به قبل موته قبل از مرگ او بهش ایمان خواهند آورد و بازگشت عیسی علیه السلام
و آمدن مهدی اینها از علامات بزرگ قیامت و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا و بعد از اون در روز قیامت یعنی بعد از وفاتش او شاهد اینها خواهد بود، همه پیامبران شاهد امتهاشون خواهند بود، همه پیامبران امت ما شاهد بر بقیه امتها خواهد بود. خیلی واضح این کلمات باید داخل قاموس خودش باید فهمید. فبظلم من الذين هادوا توضیح میده معنی آیه اینه، نه اونه که شما از خودت تراشیدید جناب.